این داده ها مو به فرم در میاریم که نویز داخل داده ها از بین بره و بحث انحراف میاش. تا به توضیح چگاهی احتمال مشترک حالتی است که شما چند تا رخداد با هم بخواهیم بررسی کنید. وقتی شما یک داده برای یک داده تو عنوان مثلا زمان رفت و برگشت برای موجودون در نظر میگیرید، برای این ممکنه چندین تا داده انتخاب کنید و حالا ارتباط بین این ها نشون دهنده این که نهایتا احتمال رو زمان رفت و برگشت این مجموعی دو تا مسیر چقدر که بعد از پابش گویه احتمال مشترک است. اینجا اگر نگاه کنید پارامتر احتمال رخ دادن این که اگر دو تا پارامتر دو تا مقدار داشته باشید برای داده D1 و D2 دو تاش برنگر زمان سیر موجود، اگر بخوایم مقدارش رو بفهمید چقدره، الان با توجه به این توضیح احتمال نوع توضیح احتمالی که اینجا هست اصلا به هم وابستگی ندارن، یعنی تمایلی برای افزایش یا کاهش مقدار D2 نیست، وقتی که شکل به صورت کاملا عمودی قرار میگیره و همین هم متقابلا داریم وقتی که داده ها تو نسبت به هم تاثیر متقابل بذارن و D2 با تغییر D1 میل به کاهش و افزایش داشته باشه. از مبانی که از مبانیش که حالا ضرورت نداره رد میشم، این بحث اینه که ما بر اساس اینکه برای کدوم پارامتر میام تابع توزیع احتمالی مشترک ترکیب کنیم فرق میکنه. اگر این تابع توزیع چگالی ما باشه و بر اساس دیگه بخوایم نگاه بکنیم نوع پراکنش دادمون رو به این شکل و اگر بر اساس دیگه نگاه کنیم به این شکل تابع توزیع احتمال ما میبینیم. حال با داشتن اطلاعات همه چه پردازشی برای مسئله بارون میتونی انجام بدیم. داده ها به همراه خطر اندازه‌گیری شده چیزی هستن که ما فرض کنید به عنوان مثال زمان سیر موج داریم با خطایی که داخلش هست. این فرآیند تحلیل داده ها توی یک جعبه تحلیلش انجام میشه، جعبه آماری که همون تابع توزیع هستن و نتایج به همراه عدم غلطیتش ارائه میشه. به تبدیل نیاز است که تابع چگالی احتمال داده ها را به تابع چگالی احتمال متغیر تبدیل کنند. حال اینجا بحث ما این هست که داده ها را به چه شکل به متغیر ارتباط بدیم و برای همین نیاز داریم که رابطه بین متغیر و داده رو بدونیم. این رو از کجا متوجه میشیم؟ از رابطه مستقیمی که بین متغیر و داده هست. عکس اون رابطه میشه در این رابطه ای که داده با متغیر. هدف از این کار بررسی نحوه نگاشت خطا هست، یعنی اینکه اگر ما یک خطا توی دادمون داشته باشیم به چه طریقی تبدیل میشه به خطای داخل مدل، که خب برای اون مهمه که متغیر مقدار اون پارامتر ما مدلمون خطا نداشته باشه. با داشتن رابطه‌ای که بین M و D هست و تابع توزیع چگالی احتمال داده ها شما میتونید تابع توزیع چگالی احتمال متغیر رو به دست بیارید که برای تابع یک متغیره و چند متغیره روابطش نوشته شده و همه به صورت روابط پیوسته هستن. ما این روابط رو باید به صورت ماتریسی استخراج کنیم. چرا؟ چون تعداد انت داده داریم و این انت داده باید مورد آنالیز قرار بگیره. و این بحث های اینی که دترمینان جاکوبیان توش قرار میگیره و این با تبدیل شدن به ماتریس شما میتونید موادی رو برای متغیر و مدل به دست بیارید. مثال اگه بخوام برای روشن‌تر شدن قضیه بزنم اینی که اگه فرض کنید که مقدار یک متغیر دو برابر مقدار یک داده باشه، هم مساوی است با دو دی باشه، شما اگه بخواید یک تک داده با توزیع یک نواب، یعنی مقدار احتمالش تو هر مخته یکسان باشه، بخواید به دست بیاری، اگر که این دادتون باشه این تابع توزیع چگالیش باشه، اگر دقت کنید که مثلا زینی بعد یک باشه، احتمال رخ داد این مقدار از بین این مقدار تا این مقدار کلا 100%. اگر تبدیل کنید برای مدل، یعنی پی دی تون دیتاتون تبدیل شه به پی ام، نگاه بکنید مقدارش تعدیل میکنه به چه دلیل؟ به خاطر اینکه مصرف زیرین یکی و مصرف زیرین هم یک در میاد و این تابع توزیع چگالی احتمال متغیرتونه. فرض کنید متغیر ما وی هست و دیتای ما زمان رفت و برگشت هست. از این زمان رفت و برگشت ممکن برسیم به مقدار سرعت در یک رودخانه، کانال، اقیانوس یا هر چیزی.
این هم وقتی که شما تابع انتقال بین متغیر و داده‌هاتون به صورت دیدو باشه، توان دو باشه، اگر رفتین اگر تابع یک نواخت داده‌هاتون باشه، تابع متغیر و مدلتون به صورت سهمی داره. اگر متغیرتون چند، اگر داده‌هاتون حالا بخواید جوری بررسی کنید که دو تا متغیر تاثیر بذاره، فرض کنید یو در جهت جریان و مثلا فرض کنید در عرض، شما دو تا سرعت رو بخواید آنالیز کنید، یو و وی و دبلیو که دارید روی دیدی، شما بخواید دو تا سرعت دو تا جهت رو آنالیز کنید، حالا داده‌هایی که برمی‌دارید زمان رفت و برگشت به این صورت میشه، شما دو تا رابطه دارید و دوباره اگر همین کار رو بکنید با رابطی که اونجا ارائه دادم به تابع توضیح چگالی احتمال مدل میرسید، که اگر دقت کنید این تابع توضیح چگالی داده ها هست و این مال مدل هست برای تابع چند متغیر. بنابراین رفتار تابع چگالی احتمال متغیر مدل کاملا متفاوت از تابع چگالی احتمالی داده هاست و ما این باید خیلی دقت کنیم، این رابطه خطی وجود نداره و این تبدیل باید با توضیح احتمالی انجام بشه. حالا اگه بخواهیم بریم وارد مسئله خطی یا لینیر پرابلم بشیم، شما اگر یک تابع بینامیتی ثابت داشته باشید و بخواهیم مقدار M متغیر استیمیت قرار کنید با داده های مشاهداتیتون، با داده هایی که مشاهده کردید، این مقدار داده های مشاهداتی ببخشید داده هایی که میخواهیم حدس بزنید یعنی جوابشو به دست بیارید با داده هایی که مشاهده میکنید مسلماً متفاوتن و دلیلش وجود نویزها باعث میشن که شما اگر این آنالیزها رو داخل این جعبه ببرید خروجیتون مقدار دقیق متغیر نمیشه، که همونجوری که دکتر گفتن ABCP برای هم اینه که ما چک میکنیم چقدر خطا داریم، چون به حال حالت استاتیک داره و بسیمتری داره و چک میکنیم که حالا این مقدار خطا رو ما به صورت میخوایم این مقدار خطا رو ببینیم چقدره، داده های مشاهداتی منهای مقدار داده هایی که برآورد شده میزان خطا میمونه، که خب یه چیز بدیهی. نمونهش این مثال اگه نگاه کنید، این داده مشاهداتی ما و این مدلی که ما به دست آوردیم و اینقدر فاصله داره برای این داده، که همونجور که میدونید بعد مجموع اینا بشه مینیموم که همون روش معروف لیست اسکور رو به ما میده. نرم اینجا به ما کمک میکنه، تعریف نرم که ما بیایم خطامون رو کاهش بدیم، روش برای تعیین اندازه کلی بردار خطای ایه، یعنی این مقداری که ما بالا داریم ببینیم چه میزان هست، که می‌بینید ادوهای مختلفی داریم، یکی نرم داریم، یکی دو داریم، که این مهمترین نرمی هست که استفاده می‌کنیم برای خطاهای لاپلاستیکی. LN نرم داریم و LB نهایت که فرمولاشون زدن که میزان کل خطای داده ها به جذرشون بعد مطلقشون به توان دو به توان یک دوم میرسه و مقداری برای نرم به ما میده. حالا از چه نرمی باید استفاده بکنیم؟ بسته به توزیع خطاها مشخص میشه که از کدام نرم باید استفاده کنیم. اگر داده های ما پرت باشن، اگر داده های پرت عادی باشن، برای مهم نباشن و داده های پرت ما نامهم باشن، استفاده از نرم های درجه پایین به درد ما میخوره، که باعث میشه به داده های پرت وزن کمتری داده بشه. حتی شما از نرم های درجه پایین استفاده میکنید به داده های پرتتون وزن کمتری میدید و تاثیرشون کمتر میشه، و اگه داده های پرتتون مهم باشن از لحاظ آماری شما به داده های پرت وزن بیشتر میدید با انتخاب نرم درجه بالاتر. یکی از روش های مهم لیست اسکور ریزولوشنه که همیشه شنیدیمش تو هر مسائل آماری بوده، روش کمترین مربعات که روابطش اینجا من نمیخوام زیاد توضیح بدم، روابطش وقتی که ما این رابطه از برای نرم استفاده کردیم، این رابطه رو برای تبدیل با استفاده از روش عجز محدود به این صورت به ماتریس تبدیل میکنن، و این DMN های GM همون مقدار خطای ما، چرا چون ما گفتیم D مساوی است با G ضرب در N، یعنی مقدار دیتا مساوی است با یک ضریب ثابت چیز که یک متغیر رو به دست میاد، و روابط رو براش توی روش کمترین مربعات گسترش میدن، و الان یکم شاید مبهم باشه که بعد این روابط ما برای چه استفاده میکنیم، رفتش رو توی یک مثال آگوستیکی براتون توضیح دادم.
و بعد از کمینه سازی ما به این رابطه می‌رسیم که اگر بخوایم مقدار یک متغیر یا سرعت رو دست بیاریم، این ضرب ثابتی هستن که از توی شکل معادله به دست میاد و این دیتا های ما هستن که فرض کنیم این مقدار همون زمان رفت و برگشت یک موجه با داشتن اون میتونیم راحت سرعتمون رو به دست بیاریم که حالا دقت صحت این سرعت دیگه بستگی به این داره که ما یک مقدار مطلق داشته باشیم. اگر یک مقدار مطلق داشته باشیم برای سرعت، ما میتونیم صحت رو بررسی کنیم، ولی به ناچار چون روش دیگه ابداع نشده ما مجبوریم بیایم دقت یک پارامتر اندازه گیری بگیریم. با چه روش قطع شما ADCP رو با روش دیگه نگاری مقایسه میکنیم، دو تا روش داریم مقایسه میکنیم که چقدر به هم نزدیک این دقت رو داده شما میده نصفت. و این هم مثال ساده از برازشه که اگه شما رابطتون به این شکل باشه، رابطه بین دادهاتون به چه شکلی شما مقدار خطا رو براش محاسبه میکنید و ماتریس ها رو تشکیل میدید. ما دو نیاز ببخشید این دو تا دقت هاشون که یکی ریسکی و سرعت چجوری اندازه همین میگم سوال همیشه که کردم صحبت کردیم دیگه، یعنی نمیشه ما نداریم حالا بعد دقتشون هم اینه یکسان دیگه خود یکسان در دیکسان نیست در هر حال خود خیلی کم نزدیک به همون پس نشون میده چی به شما وقتی که شما فرض کنید یه سیب داره 5 تا تیر میدید به خورد نزدیک کنید 9 بود باشه 9 دقت یعنی بالا، ولی واقعا اون شخص می‌خواست 9 رو بزنه معلوم نیست شاید خواسته در باشه. همین بحث شما توی هر مبحثی از علم دارید دیگه. و چرا از ماتریس استفاده میکنه؟ چرا؟ چون ما فرض کنیم 1,000,000 داده داریم. اگر ما بخوایم اینا رو وارد اون روابط بکنیم و بخوایم معادلات هر کدوم مثلا طولانی بشه، ماتریس به کمک ما میاد تو این شرایط که ما منظم کنیم داده هامون. و خب برچسب منظم میکنیم همین خب داده هایی که وارد میکنید به هم مرتبطن دیگه با اساس زمان. این رابطه که اینجا هست، این دی و این ام، گفتم این دی زمان سیر یک موجه و این مقدار وی ای. خب این وی که حدس میزنن تو اون ثانیه اگر امواج دیده بودید فلش هایی جا به جا میشد، فلش هایی دقت میکردید ربط داشت دیگه تو چه زمان این موج رفت اومده، متناظر باش سرعتش گذاشته میشه و شما این تا از این داده ها دارید، ولی شما قرار اینه به دست بیارید و ما میگیم این رو نمیدونیم. این رو شما کی میدونید؟ وقتی که شبکه جریانتون ساخته میشه و میبینید این فلش ها جهت جریان داره نشون میده، چون این مشخصه و این هم مشخصه و ما سرعت رو دست میاریم. این داده ها رو کی به ما میده؟ دستگاه تنفسی که دو سمت فرض کنید، دو سمت مثلا فرض کنید رودخانه یا کف اقیانوس هر جا گذاشتید، سرعت ما تناظرتون لحظه بهتون میده دیگه با داشتن روابط چی ماتریس ثابتیه که رابطه بین این دوتا رو برقرار میکنه و شما از رابطه بین زمان رفت و برگشت موج و سرعت خبر دارید. روابطش هم هست. حالا هم که چجوری میده تغییر میده کدوم موج رو استفاده کنم؟ خب بر اساس زمان دیگه الان مثلا فرض کنید توی یه همچین ساعت شما دادات مرتبه دیگه، توی همچین ساعتی اگر نقشه رو دقت می‌کردی، نقشه رو دیدید داشت تایم داشت دیگه، یه لحظه یه سکانسش به نظر بگیرید، تو همون یه سکانس زمان رفت و برگشت متناظر با همون فلش اینجا گذاشته شده. یعنی که شما یه سری از زمان رفت و برگشت دارید که متناظرش باش سرعت دارید دیگه، اون سرعت رو می‌خوام برابر کنید و روابط بین این دوتا این هست که ثابت می‌مونه. یه فرض رو داریم که توی این بازه تغییر نمیکنه سرعت. بعد این بازه چند ثانیه میدیدید صد و ثانیه حرکت میکرد دیگه، یعنی امواج سریع و عزیز میکنه رفت و برگشتش. و بعدش اینجا راجع به تشکیل ماتریس هایی که اینجا نیاز داره، ماتریس که این هم علامت ترانسپوز یا ترانهاده، شما این ماتریس رو ترانهاده میکنید، نمیدونم در جانش هستین، این ماتریس دو چیز بودید سر جا سر به دست بردن این مهمه. اینو ما قرار داده است که در زمان سیر رفت و برگشت رو ضرب کنه و بتونیم متغیر مدلمون رو به دست بیاریم. اینجا می‌بینید دوباره هم رابطه بالا رو نوشتم و روابطی که به دست میاد، این دیگه روابط نهایی اگه نگاه کنید به تعداد داده ها فقط بستگی داره و مقدار داده ها.
جواب مسئله وارون به روش کمترین مربعات اینجوری به دست میاد و شما حالا اگر این دو توی مطلب ببرید همون نمودار ساخته میشه، نمودار سرعت رو میتونید تو جهت مختلف و بگید که همین رو پشت سر هم رسم کنید و به صورت این انیمیشن شما کامل میدان جریانتون رو دارید. و اینه برای توضیح بدم که یه روش هم روش خط جریان چیز داریم به نام ساتابه سای داریم که توی آب زیرزمینی هم استفاده میشه اگه دقت کرده باشید، که ما با داشتن تابع جریان ما میتونیم سرعت جریان تو نقاط مختلف و سری شرایط منزی داشته باشیم. این واسه شرایطی عمل میکنه که تعداد داده هاتون از تعداد متغیراتون اون بالا این بزرگتر از هم، یعنی تعداد داده هاتون خیلی بیشتر از داده متغیراتون باشه. تو این شرایط ما میگیم مسئله آندرمنده، یعنی که بیش فراورده، تعداد داده خیلی بیشتر از متغیر. وقتی که این شرایطی رخ میده شما باید یه تکنیکای به کار ببرید که به یک جواب یک تا برسید. ما تو چه شرایطی به جواب نیاز نداریم هیچ تکنیکی به کار ببرید؟ چه آمار؟ وقتی که تعداد مجهولاتون با تعداد معلوماتون برابر باشه. ولی وقتی که تعداد معلوم ها افزایش پیدا میکنه شما شرایطی چیز کنید که معادلتون یونیک کنید، منحصر به فرد کنید و اون جوابی که دقیقاً مد نظرتونه به دست بیارید. و برعکسش شرایطی هست که شما تعداد داده‌هاتون کمتر از تعداد متغیرهای مدلتونه. اینجا یعنی کمبود داده داریم. توی کمبود داده میان چه کار میکنن؟ یه رابطه کمکی که میدونن توی فیزیک اون مسئله ساده میان کمک میکنه به داده سازی که اون تعادل بین متغیرها و داده ها برقرار شه و شما به این جواب منحصر به فرد برسید. و این همون بحثی بود که من اول برای توضیح دادم که مسائل معکوس یک تا سازیش خیلی مهمه، چون مسائلی هستن که بهشون میگن بد نهاده، یعنی اینکه مشکلاتی دارن. یه مسئله خوش نهاده منحصر به فرد با شرایط اولیه مسئله تغییر میکنه. این از شرایطی که مسئله بارون نداشت. حالا برای شرایطی که تعداد داده‌هاتون کمتر باشه جهت استفاده جواب پایدار و منحصر به فرد آن بخش از اطلاعاتی از سیستم هست گردیده ما باید تخمین بزنیم که بینید میگن دانش قبلی از سیستم که انگلیسی هست ابراهیاری نالج هم رابطه که میاد کمک میکنه. ما با استفاده از تئوری ضرب لاگرانژ میتونیم مسئله رو مقداری رو با لاندا که ضریب لاگرانژ هست اضافه کنیم به مقدار داده ها که اون تعادل به وجود بیاد ما میتونیم مسئله رو نحل کنیم. و دوباره ضریب لاگرانژ هم به صورت دوباره به صورت ماتریسی در میان و مقدار ای اگه ممکن خطا به سمت صفر ولی هدفمون اینه که دی ام ان های جی ام که مسلما این دو تا با هم برابر نیستن، اگه برابر بودن این مشکل حل میشه چون برابر نیستن خطا داریم، قرار میده به سمت صفر میلش بدیم. رابطه که استخراج میکنیم دومی روش حل مسئله بارونه که بهش میگن روش حل طول کمی مینیمم لنگث سولوشن که تقریبا شبیه همون یکم این ضرایب رو تمام داشت متفاوت تر روش قبلی بود که یکم در مربعات. پس روشایی که ما بررسی کردیم کلا روش مربعات بود و طول کمی بود که گفتیم تو چه شرایطی از این استفاده میکنیم، تو چه شرایطی از مسلماً داده‌هایی که ما برمی‌داریم و آکوستیکی انجام می‌دیم از گروه A، از گروه اولیه ما می‌تونیم داده بیشتر برداریم چون که هم تعداد داده بیشتر برداریم و تعداد چیزایی که می‌خوام کمه، یعنی ما دنبال سرعت موج نیستیم، ما دنبال سرعت جریان هستیم. سرعت موج دستگاه داره انتشار پیدا می‌کنه که با سرعت جریان ما ترکیب بشه و از این ترکیب ما سرعت جریان رو بکشیم بیرون به عنوان یک نمایانگر که بتونه سرعت جریان رو ما نمایش بده. پس شما سرعت با این مصاف سرعت موجای زیادتری می‌رسیم، مثلا چند تا سرعت موج می‌رسیم بعد دیگه اصول داره اون که حالا چه تعدادی رو بزن دیگه میشه جزء من. نکتهش اینه که سرعت موجا تغییر می‌کنه. نه فرکانسی که می‌فرستید آره بیشتر, بیشتر باشه. طول دادش بیشتر باشه. میتونه دقت اگه دقتاً بکنید دکترم گفت اگر شما تعداد ایستگاه بیشتری داشته باشی مشبندیتون ریز ریز میشه، یعنی یک ترانسیوسر به فرض کنیم 10 تا ترانسیوسر دیگه را به امواج میفرسته، خب بهتر میتونه فاصله بین این 10 تا رو مدل کنه چون اون 10 تا دیگه هم به 10 تا
غیر از خودشون دارن امواج میکنن و یه شبکه قوی ایجاد میکنن. ببخشید اینکه این کل پروسس اینه که توضیح بدیم فقط تو اون فرمول آیا اون نرم افزاری که با اون سینک میشه هستی؟ آره که داده ها میرن داخل اون نرم افزار و کارهای آماری میشه انجام میشن و خروجی ما یه سرعت حالا من انتظار داشتم که مثلا اون تغییر سرعت موج به چیز رو بریم خب اون روابط تنظیم هم مقاله رو معلوم میکنم مقاله که هم زور داده دادم اون تو اون زمینه بچه همه نمیشه دیگه کار داره داد پاورش هم اگه اینجا داده داشتم نشون میدم اون دقیقا روابط نوشته مرحله به مرحله چون اون مورد کرده دیگه اون این تغییر یکیه ولی تبدیل میشه به سرعت و یه بار تبدیل میشه به دوام به دوام نه سرعت ما دارم صحبت فرق میکنه آره برای دوام فرق چیه اون؟ من درجه نشستم بگید به تبدیل اونم احتمالا موج ولی رابطه ای که داره متفاوته رابطه های بین سرعت و سرعت موج و سرعت جریان دارم به تو میدم و همون جهتش چجوری در من خیلی برای سوال که چجوری از جهت در من تو جهتش همین خواستم بگم که اون روابط مثبت و منفی داره مثبت و منفی داره که مشخص از کدوم به کدوم جا به جا میشه نه چی مثبت و منفی داره؟ امواج که میفرستید دیگه یعنی یه امواج داره دریافت میکنه یه امواج داره میفرسته یه جهتی براش در نظر میگیرن و یه گیریدی مثبت یه گیریدی تشکیل میشه یه گیرید ریز اینجا تشکیل میشه و دقیقا مشخص داره به کدوم سمت تکیه داره برنامه‌نویسی می‌کنم پیمان بودتر هم برنامه‌نویسی داشته باشه. حالا اگه مثال ساده بخوایم بزنیم که خیلی واضح‌تر بشه مثال وارم داخل سودیات این قضیه است که شما یه سورس اونجا دارید فرض کنید اون ترانسمیتر نیستن یه سورس اونجا دارید یه رسیدنی بردارید و این بولیک بندی شما هست که خودتون در نظر گرفتید این بولیک بندی حالا فرض کنید با این ابعاد اچ در اچ در نظر گرفتید یه پارامتری داریم به نام کندی همون یک به وی میشه کندی حالا اینجا چون من خواستم مثال دستگاه نکنم همون مثال رو همون سرعت در نظرش بگیرید یک به کندی میشه سرعت و یک به وی هم همون کندی میشه که امواج از اس در لبه چپ به سمت گیرنده در راست حرکت کنند هدف از حل مسئله بارون اطلاع از خصوصیات صوتی آجرهای مختلف است یعنی ما میخوایم این آجرهای مختلف ببینیم خصوصیات صوتی چیه سرعت جریان هم جزو خصوصیات صوتی حساب میشه ما یه وی داریم یه سی داریم و ما با توجه به روابطی که گفتم تو مقاله از شما میتونید ببینید اون روابط یک مجموع داره یک اختلاف اختلاف به ما سرعت جریان رو میده مجموع دو تا مقدار به ما سرعت موج میده که ما دو سرعت موج نیستیم پس مجموع درد ما نمیخوره ما اختلاف رو میخوام که اون اختلاف بنگر سرعت جریان بعد یه سوالی هم بکنیم که چجوری اون تا محدودیت لایه رو چجوری تو معادلات میبینیم؟ یعنی شما الان ممکن میگفت که مثلا نیام میگم یه ترانسمیتر خب میفرسته تو لایه های مختلف رو دیده خب و تو فواصل یعنی تو دو بوده داره تو یه صفحه که داره تو صفحه حرکت میکنه میره بعد میرسه به رسیده خب؟ این از من دیگه من روش کار کردم سرعت تو جهت خواهرم رو در نظر نگیرم سرعت مثلا تعاطی آره یعنی مستقیم آره از بالا سرعت تو عمود الان داری میگی عمود دیگه آره میگی عمود نه چون میگم که تو لایه خب تو لایه خب عمود داره دیگه عمود بر جریان یه ایکس و وای داریم که سرعت مسطحاتی من خب و توی اون قاعده مختلف فرق می‌کنه این ثابتی که من به شما میدم مال شرایطی که دو لایه سبود خیلی بیشتر شما اون دیگه برنامه‌ریزی داخلش و مثل خیلی از مسائل دیگه که ما تقریبا دو بود به سه بود جا به جاش میکنیم یه سری فرمولا بهش اضافه بشه و فرمولاش بس داده بشه که کاری بود که اگه یادتون باشه تو استاد قبلی بود کاری بود که توی آقای دکتر رزاز انجام داده بودن سه بودیشو داشتن توضیح دادن دکتر که سه بودیشو چجوری انجام دادن نه سوال سه بودی نیست من سوالم دو هم دو بوده خب یه طول موج در نظر بگیریم خب از ترانسمیتر میفرسته میره گیرنده رسیور میگیره خب بعد تو این خب این میانگینی از این تغییرات سرعت تو این موج ذخیره شده اینجوری که حالا مثلا خب بگیم خب که ما اینو میخوام بکشیم بیرون خب و این تو لایه‌های مختلف دیده و توی طول متفاوت تو میانگینش یه جه خب بنچمارکاتون مهمه چه ارتفاعی قرار داره بنچمارک که میاد محیط مسطحاتی میاد مدل میکنه شما امواج مختلف همیشه اینجوری ندارید امواج مختلف امواج اصلا
شکل خاصی نداره که شما الان میگه حتما دقیقاً میره میخوره کف میاد بالا میخوره کف تو جهت تو هر جهتی حرکت نه اون ساده رو گفتم من مثلا اکی مصداقاتی دارم میگم به مصداقاتی دارم میگم تو شاید مصداقاتی شما میگه ایکس دارید یک وای دو تا محور دارید ایکس وای در نظر میگید زدن به صورت افقی که میاد امواج در نظر میگه اینا میان گیریم بندی میکنن تو نقاط مختلف فرض کنید اینجا بغل یک اسکله باشه چند تا دستا میذارم و این برم چند تا دستا میذارم خب دقیقاً دو بند اینا میان به هم وصل شون استر قبلی گفت یه دونه میذارم اینا یه دونه اینور بعد مثال ساده رو بگم پمپای مختلف میدیم نه نه پس اون نمیتونه اون نه نه تو بعد چند تا دستا داشت اونم میتونید با دقتتون میام کنید شما میتونید اون اصلا نمیتونیم به راز فیزیکی ریاضی نمیتونیم اون در بیاریم نه نه ببینید شما با دو تا هم میتونید داره به هم امواج میفرستن یه رفت داره یه برگشت داره شما اصلا ببینید توتال ساده رو در نظر بگیرید چجوری جالب میذارید میخونید چجوری فاصله رو متوجه میشه با فرستادن امواج و زمانی که برمیگرده به تایم اندازه میگیره فاصله رو به شما میده و بر اساس سرعتی که دقیق میدونه اون سرعت ولی خب اون میده ریسیور داره یک کدومش تغییر میکنه دوست دارم ولی تو موج که تغییر نمیکنه کدومش داره؟ الان مثلا جالانه تغییر میکنه خب؟ جالانه تو تغییر میکنه که تو موج توی موج تغییر نمیکنه شما در نه دیگه وقتی شما الان یه وقتی ثابت باشن نه ثابت باشن بعد شما دارید سرعت موج رو تغییر میدید سرعت موج اصلا تو این محیطی که تو همین مثلا الان یه پلان در نظر نه درست الان اینو یه پلان در نظر بگیرید خب مثلا یه پلان از بالا دارید خب آره میخوایم بین این دو تا در بیاریم بدون اینکه این دو تا تغییر بدیم خاص در بیاریم که مثلا اون پولی که نارنجی که آبی چه سرعتی دارن چه سرعتی خب بعد این ما به خب دقتش پایین‌تر نمیتونه اون رو دست بیاره خب الان من یه خط موج کشیدم مسلما موج که ساده میشه اگر که قرار بود یه خط بده که میشد لیزر دقیقاً میرفت میخورد خب شما داخل آب رسوب دارید خود آب میشونه موج هزار بار میچرخه این موج حرف من نزدیک داره نه این مثال ساده است من میخوام از سال بالا بعد میذارم فرض کنید از یک فرستنده دقیقاً یک اشعه بهش میگن ری خب یک اشعه داره میره سمت رسیور خب و مسلما حرفتون درسته اونا رو نمیشه برداشت ولی اگر مثال ساده است که مسئله بارون کاربرد شده بود من مسئله بارون که میگین مثلا ما مدل سازی داریم مدل تو هم برای هر مدلی مثلا ما observation رو داریم درسته یه چیزی رو simulate می‌کنیم با اون با هم مقایسه می‌کنیم و پارامتر رو تشخیص می‌دهیم دقیقا الان شما اینجا چه simulate دارید می‌کنیم الان دقیقا سرعت رو داریم simulate می‌کنیم با ABCP اگر خواستید پس شما در واقع حل مسئله بارون اینجا نمی کنید اینجا شما رابطه بین اینپوت و آوتپوت و اون سیستم رو بارون نه بین بیان بارون میگه خب آره اون رو از یه مقایسه ای که حالا با ADCP انجام شده به دست آوردید اصلا کار به ADCP نداره اینجا نه اینجا کلا من جایگاه زمانی مدت زمانی که میره میام برعکس برآورد میکنم میام میگم که آقا اگه سیستم رو داریم من منظورم اینه که سیستم رو تو واقعا فرض کنید تو مثلا مدل دیگه شما اون سیستمه رو بخوایی بشناسید یعنی حل مسئله بارونه تو دنبال اینی که بفهمید اون سیستمه رو من دست بندید متعلق شانتیم ما سه دسته فرق داریم سه دسته مسئله داریم که این مسئله که شما میگید برای ما هم زنده ما مسئله های پیش رو داریم همون فوروارد یکی این رست را داریم و یه مسئله شناسایی یعنی که مدل پارامتر یعنی شما هم داده رو دارید هم متعلقه مدل دارید حالا میبینید که اون سامانه چیه بهش میگم پارامترایزیشن نه ما دوباره نیست هدف ما بود از آوردن سرعت به یک روش دقیق‌تر و برای جای سخت‌تر ما توی اقیانوس نمیتونیم فلومتری بذاریم نمیتونیم یک کانال بزرگ احداث کنیم که دقیقا از میان این ببینیم چقدر آب میگذره و برای ما مهمه با توجه به کاربردی که دکتر گفتن که دقیقا چه مقدار آب میگذره هم حتی بعض برداشت نه شما بعد ببینید که موجا به کدوم سمت حرکت میکنه این جهت‌ها برای ما مهمه اینو برای ما و درست بگیم ما سه دسته مسئله داریم مدل استیمیشن هم پارامتر استیمیشنه که ما جز دستبنده نگه کنم
تو چه شرایطی این کار میکنیم؟ وقتی داده بداریم و متقیم